بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی اصحابه و ازواجه و ذریاته اجمعین. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه بازخوانی تاریخ با هم دیگه خواهیم بود. موضوعی که امروز داریم بحث آیا در بیعت که میشه، آیا میشه شرطی به وجود آورد در بیعت که بر اساس این شرط من با تو بیعت میکنم، این شرط منو، خواسته منو برآورده کردی، من با تو هستم، اگه برآورده نکردی من بیعتمو مثلا میشکنم یا با تو بیعت نمیکنم. آیا زمانی که با حضرت علی رضی الله عنه بیعت شد شرط و شروطی در این مورد گذاشتند، یا اینکه اصلا بیعت با شرط معنی نداره، یا اینکه به اسلوب دیگه بگیم که شرط در بیعت اعتبار و اثری نداره، ارزشی نداره؟ آنچه که ما متاسفانه میشنویم، میخونیم، تاریخ ما را، تاریخ اسلام را سیاه نشون دادند. دروغ هایی که به تاریخ اسلام وارد کردند، چهره های بدی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشون دادند، چه آن کسانی که خود را به عنوان محبان علی رضی الله عنه معرفی می کردند برای اثبات مظلومیت علی رضی الله عنه، روایاتی را درست کردند که اهانت هست قبل از اینکه به باقی صحابه باشه، به خود حضرت علی رضی الله عنه اهانت میشه. بد جوری تاریخ صدر اسلام رو لوسش کردن، مکدر کردن، تاریخ نسلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که بهترین هستید شما در امت. اگه بهترین نسل اینگونه باشن، ما دیگه چی هستیم؟ نه، امت چیزی نیست دیگه. پس بایستی آن دروغ‌هایی که به تاریخ اسلامی وارد شده، چهره زشت و کریهی از تاریخ اسلامی نشون داده شده، اینو باید پاکش کنیم. بایستی بر اساس معیار و ضوابط محدثین به قضیه تاریخ وارد شد. چرا که الان وقتی که نگاه میکنیم خیلی جالب هست، ابن جریر طبری رحمت الله علیه وقتی که بحث کربلا میاد، بیشترین روایت هاش از ابو مخنف لوط ابن یحیی است، یک رافضی است، دروغگوست. اما چون وقایع را درست پشت سر هم ترتیب داده، ابن جریر رضی الله رحمت الله علیه نقل کرده و خودش هم گفته که خودتون دیگه در موردش حکم کنید، من اینو چیزی که شنیدم آوردم براتون، این گونه از تاریخ به من نقل شده، منم دارم نقل میکنم براتون، حکم با خود شماست. و همچنین جالب هست در مسئله خلافت علی رضی الله عنه و بیعت با او، بیشترین روایت ها از شعیب نامیست که یک انسان مجهول است و روایت هایی که داره همش در مورد اهانت به اصحاب هست، و حتی روایت های درستن که باشه تغییرش میده تا اینکه بخواهد چهره بدی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نشون بدهد. در بیعت علی رضی الله عنه مثلا میگه که کتب الی السری عن شعیب. در بیشتر روایت هایی که ابن جریر طبری رحمت الله علیه داره،
این هست: از سیف سری عن شعیب عن سیف. خب سیف ضعیف هست، شعیب مجهول هست، سری ثقه هست، اما خب چون مسئله تاریخی رو فقط داره نقل میکنه. ابن جریر هم آورده میگه که من اینو نقل دارم میکنم که شما خودتون حکم کنید، به خصوص اونها که در زمان خودشون بودن، اهل علم بودن و در این طبقه علما به این قضایا واقف بودند. خب ابن جریر طبری رحمت الله علیه اینو نقل کرده، اما متاسفانه هی وقتی که داریم به نسلهای بعد میرسیم میبینیم که دیگه این بینش علمی درست نسبت به وقایع، به افراد، میبینیم که ضعیف میشه تا آنجایی میرسه که دیگه همین روایت‌های ضعیفی که ابن جریر آورده گفته خودتون مواظب باشید و درش چیزهایی اون که خلاف عقل هست دیگه جز مسلمات میدونیم و آنچه که در تاریخ حالا ابن جریر طبری رحمت الله علیه نقل کرده یا ابن کثیر نقل کرده یا فلانی نقل کرده مثل وحی منزل برای بعضی ها شده، دیگه نمیگن که آقا این صحیح هست یا صحیح نیست، راویش کیه، دروغگوست، درست هست، متنش چه اشکالی داره، هیچی. بعد اینو ببینیم، مثلا در اینجا بحث سری هست از شعیب از سیف، یعنی بیشتر روایت ها در اینجا این دو شخصیت وجود دارن، شعیب و سیف، دو شخصیت که ضعیف هستند. شعیب گفتیم که مجهول هست و سیف هم که ضعیف هست. حالا بیایم ببینیم که میگه که و بویع علی یوم الجمعه لخمس بقین من ذی الحجه، در حالی که این هم از روایت های ضعیف هست، چرا که در همون روز با روزی که حضرت عثمان 12 ذی‌الحجه به شهادت میرسه، همون روز هم با حضرت علی بیعت میشه و فرداش هم بیعت عمومی میشود، فردا هم بیعت عمومی میشود، در حالی که در این روایت ها بعضی روایت ها میگه که 5 روز، بعضی روایت ها میگه که 8 روز، بعضی ها اینجا میگه که بویع علی یوم الجمعه لخمس بقینا، یعنی 5 روز مونده از ذی‌الحجه که تموم بشه، یعنی 12 تا اون یه مدت طولانی. خب در این روایت جالب هست که بعد از این که با میگه با حضرت علی بیعت شد، اینجاست که چون بحث ما بیعت مشروط هست با شرط میاد، میگه که واجتمع الى علی بعدما دخل طلحه والزبير في عده من الصحابه. طلحه و زبیر با گروه از صحابه میرن پیش علی. دقت کنید چقدر تاکید میکنن اینها بر قضیه طلحه و زبیر در بحث بیعت. مثل که در تاریخ دیگه ما تاریخ اسلامی و زمان حضرت علی رضی الله عنه جز این 3 شخصیت نبودن، علی، طلحه و زبیر. و عجیب است چرا اینقدر روی این 3 نفر به خصوص طلحه و زبیر رضی الله عنهم اجمعین اینها زوم کردند. میگه اومدن پیش علی، بعد گفتن که یا علی، ای علی، ما با تو شرط اقامه حدود کردیم، یعنی بیعت که با تو کردیم بر اساس این بوده که حد و اجرا کنی، یعنی از قاتلان عثمان باید انتقام بگیری، این قاتلان باید اعدام بشن. و ان هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل، اینها در ریختن خون امیرالمؤمنین عثمان شرکت داشتن، مشارکت داشتن. و احلوا بانفسهم. حضرت علی گفت که یا اخوتا، ای برادرانم، اینی لست و اجهل ما تعلمون، من میدونم، آگاهی دارم اون چیزی که شما میگید، اما ولکنی کیف اصنع بقوم یملکوننا ولا نملکهم،
چکار کنم با مردمانی که گردن ما در دست اونهاست؟ ما در حیطه قدرت اونها هستیم، ما نمیتونیم با اونها کاری کنیم. هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، بردگانتون با اینها شورش کردن. و ثابت الیهم اعرابكم، اعراب هم با اینا اومدن. و هم خلالكم، در میان شما هستن اینها الان. یسومونکم ما شاءوا، هر کاری میخوان انجام میدن. فهل ترون موضعا لقدرت على شيء مما تريدون، یعنی به نظر شما الان میشه کاری کرد؟ قدرتی هست، توانایی هست که آنچه که شما میخواهید من انجام بدم، که همون بحث انتقام باشه؟ گفتن نه. دقت کن، اولا که در اینجا اشتراط حدود، ما چیزی در اسلام نداریم که با خلیفه بر اساس این که تو بعد فرانکار رو انجام بدی از قاتلان عثمان، تو با خلیفه بیعت میکنی بر اساس اجرای احکام دین، مسلمون هست، احکام دین رو اجرا میکنه، نه اینکه تو بیایی باش یک شرط کنی که اگه این کار انجام دادی، خب این مکلف به اجرای کل احکام دین هست. بله، وقتی که کاری کرد که خلاف دین باشه، کفر صریح باشه، اون وقت حق اعتراض داری. ولی تو بیا شرط کنی که من با تو بر این اساس بیعت میکنم که این کار رو انجام بدی، اگه نکردیم من دیگه تموم شد، بیعتی با تو ندارم، این در اسلام نداریم. این از دروغهایی است که این شعیب نام اومده درست کرده. خب بعد میگه که فلا والله لا ارى الا رايا ترونه ان شاء الله، سوگند به خدا که منم هیچ کاری نمیکنم مگر با مشورت شما. ان الامر امر جاهلیت، این کاری که ناکردن یک کار غیر شرعی و جاهلی است. و ان لها الى القول ماده، اینها یک کسی هست سپورتشون میکنه. و ان و میگه که و ذلك ان الشیطان لم يشرع شریعه او لم يشرع شریعه قد فیبرح الارض من اخذ بها ابدا. هر وقت یک کاری میکنه شیطان، بالاخره افرادی هستن که پیروی میکنن. میگه که اگر ما بخوایم الان فعالیتی کنیم بر علیه اینها، مردم سه دسته میشن. یه دسته موافق میشن، یه دسته هم مخالف ما خواهند بود، یه دسته هم که چیه؟ هیچی. در این وسط هستن، نه با ما هستن نه با اونها هستن. میگه پس صبر کنیم تا زمانی که اوضاع آروم بشه و بالاخره این محبتی قلبها بیاد سر جای خودش، حقوق گرفته بشه، حقوق یعنی نه که حق انسانها، حق مردم گرفته بشه. صبر کنید، از طرف من این نصیحت هست، و صبر کنید که من چی به شما میگم، بعد بیایید. حالا این در این روایت دقت کنید، الان حضرت علی میگه که من کاری نیستم، کاری نمیتونم بکنم. اونها میگن که بله راست، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. بعد از این واشتد على قریش، قریش براشون خیلی سنگین. قریش کی بودن اینجا؟ نگاه کنید، مگه در مدینه چقدر قریش بودن؟ مگه واشتد على قریش. و حال بینهم و بین الخروج على حال، هیچ کاری نمیتونستن بکنن. چقدر مگه اصحاب از قریش در مدینه بودن؟ اونا در مکه بودن غالبا. قریشی ها پایگاهشون، مرکزشون مکه بوده. چند تا از اهل مدینه دیگه هجرت کردن، از اهل مکه، از غالب که اونجا بودن. بگم و یکی از علتاش هم این بود که بنی امیه فرار کردن. خب این هم از دروغایی است که این شعیب نام وارد کرده دیگه. مردم متفرق شدن، بعضی میگفتن که اگه همینطور امر ادامه پیدا کنه دیگه ما نمیتونیم بر این اشرار پیروز بشیم. بدین خاطر بایستی ببینیم که
آنچه که علی میگوید بهتر هست. بعضیشان گفتن که نقضی الذی علینا ولا نؤخره، کاری که ما باید انجام بدیم انجام بدیم و به تأخیر نمیندازیم، یعنی خودمون دست به کار میشیم. و والله ان علیا لمستغن برأیه و امره عنا، علی دیگه خود را از ما بی نیاز میبینه، با ما مشورت نمیکنه. و به نظر ما بر قریش خیلی سخت خواهد گرفت و سخت خواهد گذشت. به حضرت علی وقتی میگه پیام میرسه، خب میگه نه، من به شما نیاز دارم و بدون شما کاری نمیتونم انجام بدم. و بعد میگه اعلان میکنه که برئت الذمه من عبد لم يرجع الى مواليه، هر برده‌ای که به آقایان خودش برنگرده، به سیدش برنگردد، براءت ذمه ازش میگن، یعنی که دیگه خونش حلال هست. مثلا میگه در اینجا سبعی ها و اعراب ناراحت شدن، گفتن که امروز با بردگان این کارو میکنن، فردا نوبت ماست و نمیتونیم دیگه کاری انجام بدیم، اجازه ندادن که برده ها برگردن. خب اینم جزو دروغ هایی است که اگه کدام برده ها بودند، بار در روایت های صحیح اگه نگاه کنیم که نیست، اگه باشد هم چیه؟ چه بردگانی هستن؟ چه کسانی بودن؟ خب افراد خاصی اگه بودن، همه که این کار نکردن. بار دیگه میگه که شعیب از سیف روایت میکنه در اینجا، دقت کنید این روایت بعدی، شعیب از سیف، روایتی که الان اینا همه در قسم ضعیف هست، ولی این متاسفانه در تاریخ ما جا افتاده. خیلی از کسانی که در تاریخ ما می نویسند متوجه نیستن این شخصیت ها را نشن که چه انسان های دروغو و کذابی هستن. میگه که علی در روز سوم اومد با مردم صحبت کرد، گفت که اعراب برگردن به بادیشون و گفت که یا معشر الاعراب الحقوا بمياهكم، برید به سر خونه و زندگیتون. میگه سبعی ها ممانعت کردن، اعراب هم باشون بودن دیگه. علی اومد به خونش، طلحه و زبیر هم با گروهی از اصحاب اومدن، گفت حالا اگه میتونید میرید انتقام بگیرید، که گفتن که نمیشه. بعد میگه که طلحه چی گفت؟ میگه که اجازه بده من برم بصره و نیروی پنهانی برات میارم، که یک بار میام تو مدینه. که حضرت علی گفت که اجازه بده، ما فکرش میکنم، باشه فکر میکنم، در مورد خبرت میدم. زبیر گفت که بذار منم برم کوفه برات نیرو بیارم که ناگهان وارد مدینه بشی. حضرت علی گفت که خبرت میدم. مغیره ابن شعبه میگه با خبر شد که این پیشنهاد دادن، اومد. دقت کنید الان چگونه اصحاب و معرفی میکنه، چگونه حضرت علی را معرفی میکنه، چگونه حقایق و وارونه نشون میده. میگه مغیره ابن شعبه اومد پیش علی، گفت که بر من حق داری، یک حقی که بعد ازت اطاعت کنم، یک حقی که بعد نصیحت کنم. بعد میگه که نظر من این است که معاویه رو بذار سر کارش باشه. تمام عمال، تمام استاندارها و فرماندارانی که عثمان گذاشته بوده بذار سر جاشون بمونن. بعد از اینکه اطاعت کردن و همه لشکریان هم با تو بیعت کردن، اون وقت دیگه هر وقت مناسب دونستی فرمانداری عزل کن، استانداری را عزل کن، یا اینکه نه میخوای سر جاش بمونه، سر شغلش بمونه. که حضرت علی گفت که حتی انظر، میگه که نگاه میکنن. میگه که مغیره ابن شعبه رفت بیرون و فردا اومد گفت که من دیروز یه رأی بهت دادم و امروز به نظرم اینه که فوری اونها رو عزل کنی و هر دستور توست. میگه ابن عباس اومد پیش حضرت علی، وقتی که گفت که مغیره ابن شعبه پیش شما بود، چه خبر بود؟ گفت امروز دیروز چیزی گفته بود، امروز اومد چیزی دیگه گفت، این گفت امروز هم اینو گفت.
ابن عباس میگه که دیروز نصیحتت کرده بود اما امروز به دروغ گفت، به خیانت کرد. علی میگه که فهم رأی چیکار کنم؟ میگه که به نظر من اینه که ان تخرج حين قتل الرجل او قبل ذلك فتأتي مكة. لیکن این نص، این رأی، یعنی رأی معقولی است؟ الان میگه، میگه ابن عباس میگه که نظر من این بود که تو زمانی که عثمان کشته میشد یا قبل از این کشته بشه میومدی مکه، میرفتی تو خونه، درتو بر روی خودت میبستی، اگه عرب به تو نیاز داشت میومدن. اما امروز بنی امیه دنبال خونخواهی هستن و تو هم در این قضیه الان مسئول هستی دیگه، و بعد در بین مردم هم شایع میکنن که خب شریک اینها بودی. و اون چیزی که اهل مدینه هم میخوان، اونها هم میخوان، تو هم نمیتونی انجام بدی. الان آیا واقعا این یک فکر درستی است؟ یعنی بعد از این که به عنوان خلیفه انتخاب شده، میاد ابن عباس بهش میگه که نظر من اینه که تو میرفتی. خب الان به عنوان امیرالمومنین هست، خلیفه هست، الان راه و نشونش بده. در روایت بعدی که واقدی نقل میکنه که بارد یک کذاب هست، دقت کنید، واقدی که به عنوان یک کذاب است، میگه ابن عباس میگه که عثمان من خاص گفت که به عنوان امیر حج هستی. میگه رفتم به مکه، حج و ادا کردیم، به مدینه که برگشتم دیدم که با علی بیعت شده. وقت میگه اومدم خونه دیدم که بله مغیرت ابن شعبه باش صحبت میکنه از این حرفا. خب این هم از روایت های دروغین هست. ابن عباس رضی الله عنه به عنوان امیر حج نبوده، بلکه از در حضور داشته در مدینه و اولین کسی بوده که باش بیعت کرده. همون روز اول با حضرت علی رضی الله عنه بیعت کرده، اما در این روایت دروغی میگه که حضور نداشته. و ببینیم که چگونه داره اصحاب و معرفی میکنه. یکون مغیرت ابن شعبه رضی الله عنه، اتاق فرمان ممنون. خب شخصیتی است که متاسفانه بد معرفی شده. یا عمرو بن العاص، انسان‌های مکار و حیله‌گری در ذهن مردم معرفی شدن، به خصوص در جامعه ما ایرانی‌ها، به عنوان انسان‌هایی که مکار هستند، انسان‌های صاف و ساده، راست نیستند، دنبال منافع خودشون هستند. اینگونه متاسفانه در جامعه ما معرفی شد، به خصوص جامعه ما فارسی زبون‌ها، ایرانی‌ها. به خصوص که علتش یک از علت‌ها نیست که خب دشمنی با صحابه به طور عموم هست، بعد گروهی از صحابه در مدن‌ها دیگه بد جور باشون دشمنی شده، ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و مغیرة ابن شعبه، عمرو بن العاص، هر کس که از بزرگان صحابه بوده موقعیتی داشته به نحوی اومدن بالاخره خوردش کردن، شخصیتش رو پایمال کردن. مغیرة ابن شعبه به عنوان حالا کسی داره الان معرفی میشه که غشاش هست. یه بار داره به حضرت علی میگه که این کار کن. خب یک فکر جالبی است داره میده. حضرت علی میگه نخیر. در این روایتی الان خواهیم خوند، حتی وقتی عبدالله ابن عباس هم رأی میشه با مغیرة ابن شعبه، حضرت علی میگه نخیر اصلا. ما بعد همه این فرمانداران و استاندارانی که قبلا بودن همه رو باید عزل کنم و هر که خودم خواستم بذارم. مغیره گفت که تو صبر کن، امور که کاملا در اختیار تو شد، اون وقت هر که خواستی عزل کن، الان شرایط خوب نیست. عبدالله ابن عباس هم بعد میگه همین وقتی میاد میگه که نه این اینگونه آدم نیست، بعدش میگه، بعد میگه که نظر من اینگونه هست. عبدالله ابن عباس میگه خب امیر حج بودم، برگشتم، بعد دیدم که مغیرة ابن شعبه از پیش علی بیرون میاد. همون روز اول گفته بود که این کار، روز دوم گفت که حالا هر طور خودت، رأی خودت هست. میگه خب تو دیروز اینو گفتی؟ گفت که دیروز من اومدم قبولم نکردی، تکذیب کردی، اومدم اون روز همین خودت میخوای بهت میگم. این نصیحت است؟ برای چی نصیحت کنه؟ مگر اینکه واقعا شما یک شخصیتی معرفی میکنه که خب
دنیا پرست هست براش مهم نیست، بعد هم که میگه میره مکه دیگه، ویل میکنه میره مکه. بعد ابن عباس میاد برای بدگویی از معاویه و اهل شام و کسان دیگه، بعد بهش میگه که چیکار کنیم الان؟ بعد میگه که علی به عبدالله ابن عباس میگه میخوام تو رو به عنوان امیر شام بفرستم. گفت که ما هادا به رأی، به نظر من این رأی درست نیست، معاویه امکان داره منو دستگیر کنه، من خیشاوند تو هستم، خیشاوندت هم هستم، امکان داره منو دستگیر، گردن من هم بزنن. بعد گفت که به نظر من به معاویه نامه‌ای بنویس، بهش وعده بده، امیدهای بهش بده، آرزوهای بهش بده. دقت کن در اینجا بار دیگه عبدالله ابن عباس چگونه معرفی میکنه؟ پسر عموی رسول الله، پسر عموی خود حضرت علی، که الان علی داره باش مشورت هم میکنه. از یه طرف بعد مغیرت ابن شعبه گفت، بعد اهل شام گفت، بعد میاد همون رأی مغیرت ابن شعبه رو میگه، میخواد یعنی میگه که وقت علی گفت که تو برو، گفت نه من نمیرم، اگه رفتم گردن منو میزنه. خب چیکار کنیم؟ گفت نه بذار معاویه باشه. چه ضعفی از و زشتی از این تاریخ اسلامی ما دارن نشون میدن این روایت‌های دروغین. بهش وعده بده، آرزوی بهش میده، بهت این میدم بهت این میدم، یعنی بهش دروغ بگو. فابا علی گفت که ابدا این امکان نداره. خب بعد روایت بعدی هم همین گونه هست که روایت دروغین هست که میگه که ابن عباس میاد بهش میگه که با همون صحبتی که داشت با مغیره میگه که چی بهت گفت؟ گفت که این کار انجام بده، به نظر من فرمانداران و استانداران عثمان سرکارشون باشن تا زمانی که دیگه کاملا قدرت رو در دست گرفتی، اون وقت میتونی هر کی خواستی عزل کنی، هر کی هم که دیدی مناسب هست سر پستش بمونه. که میگه حضرت علی گفت که والله لا ادهن فی دینی، مداهنه در دین ممنوع، من از خودم سستی نشون نمیدم، ولا اعطی الدنیه فی امری، هر دستور میخوام میدم با قدرت میدم که نمیام این کارا رو انجام بدم. خیلی جالب هست این روایت های دروغین، این همین روایت های دروغین دیگه که درست کردن که میگفتن که حضرت علی حالا به هر علت دیگه میان توجیه میکنن چرا سکوت کرد در بحث امامتش، وقتی که بند انداختن گردنش، وقتی که زدن خانمش رو مجروح کردن چه توجیهاتی میکنن. اینجا این حضرت علی چقدر شیر شده این روایت های دروغین، نه من هر کاری میخوام بعد انجام میدم، اونجا بند میندازن گردنش. بعدم وقتی بحث فدک میشه بارده جرأت نمیکنه بحث فدک رو برگردونه به خاندان خودش، میگن میترسی مشکلات پیش میومد. آقا مشکلات فدک بیشتر هست یا این مشکلاتی که الان شما میگید که این روایت های دروغین هم داره میگه و شما هم دارید میگید؟ خب جنگ با معاویه سنگین تر بود یا گرفتن فدک؟ جنگ با اهل جمل سنگین تر بود یا گرفتن فدک؟ یعنی همیشه روایت های دروغین متناقض هست، چه لهو باشه چه علیه باشه، چه به نفعش باشه چه ضرره، و دروغین همیشه اصلا خیلی توش نیست، دروغ هست، دروغ میگه دیگه، به خیال خودش میخواد خدمتی کند به فرد ولی داره تیشه میزند بیریشش، شخصیت طرف رو خراب میکند. بعد همونجا ابن عباس میگه که میتونیم صفحه لپتاپ رو ببینیم، و انا اشیر علیک بان تثبت معاویه فان بایع لک
فعلی ان اقلعه من منزله. میگه که نظر من این است که معاویه رو عزل نکن. با تو بیعت کرد، اون واقع من میدونم که چگونه اونو از شام بیرونش کنم. که علی گفت که لا والله لا اعطیه الا السیف، سوگند به خدا اصلا قبول نمی کنم، چیزی که بهش میدم شمشیر هست، یعنی باش می جنگم. بیعت نکرد، کنار نرفت، باش می جنگم. که بعد یه چیزای دیگه میگه که در شأن بار دیگه اونجا میگه که ابن عباس لست من هنیاتک و هنیات معاویه فی شأن تشیر علی و ارا، فإذا عصيتك فأطعني، قال فقلت أفعل وإن أيسر ما لك عندي الطاعة. میگه که این مکاری ها و هیله بازی های تو و معاویه به درد من نمیخوام، من نمیخوام تو رأیتو بده، من اگه دیدم مناسب هست انجام دم، تو اگه قبول نکردم وظیفت اطاعت هست. که ابن عباس میگه که حتما انجام، این آسان ترین کار هست که از تو اطاعت کنم، این آسان ترین کار هست. خب الان اینج دقت کنید، شخصیت هایی که معرفی شد در اینجا، طلحه، زبیر، مغیرت ابن شعبه، عبدالله ابن عباس و علی. طلحه و زبیر و باقی صحابه میگن ما اومدیم با تو بیعت مشروط داشتیم بر این اساس که از اینها انتقام بگیر. میگه من نمیتونم. آیا علی نمیدونست؟ ممنون تفرمان. آیا اون علی، حضرت علی رضی الله عنه، اگه واقعا بگیم که این شرط درست باشه، آیا حضرت علی نمیدونست؟ مگه نمیدید که اوضاع چگونه هست؟ که اینها بر مدینه حاکم هستند؟ خب قبل دیده بود، میدونست دیگه. خب یک مدتی بود در مدینه بودن، مدت طولانی بود این اوباشا اومده بودن دیگه، و الان هم این اوباشا حضور دارن، قدرت دارن. این وقتی میگیم روایت های دروغین این گونه است، چطوری حضرت علی رضی الله عنه میاد با صحابه بیعت میکنه به این شرط که انتقام میگیره در حالی که میدونه که نمیتونه؟ نه این شرط درست است و نه هم حقیقت این گونه بوده. اصلا همه رو زیر داره سوال میبره، چه حضرت علی رضی الله عنه، چه باقی صحابه، همه رو زیر سوال میبره. عبدالله ابن عباس پسر عموش هست، بزرگان چه مقامی داره در نزد اهل سنت. ببینید که در این روایت های دروغین، این شعیب و واقدی و اینها کذاب ها چگونه اصحاب پیامبر رو معرفی میکنن؟ کسی که زندگیش با قرآن بوده، اهل قرآن بوده، داره دیگه اینطوری معرفیش میکنه. علی رضی الله عنه هم هرچی بهش میگن اصلا هیچی قبول نمیکنه. هر کی میاد نصیحت میکنه میگه نه، هرچی خودم، رأی خودمه. پس کو مشورت؟ مگه نمیگه علی، میگه من ما بدون نظر شما کاری انجام نمیدم؟ پس چه مشورتی کرده؟ یعنی همه را داره این روایت های دروغین میکوبه، علی به عنوان امیر المؤمنین و باقی صحابه رضوان الله علیهم. این روایت های دروغین هست که متاسفانه در تاریخ اسلام اومده و کسی هم نمیاد غربال کنه. ببین این دروغ هایی که میگن چیه، در مورد چه شخصیت هایی میگن. خب بار دیگه در شخصیت هایی که میفرسته به شهرهای مختلف و برخوردی که مردم داشتند، بعضی جاها قبول کردند، بعضی جاها قبولشون نکردند. شام که اصلا میگه معاویه تا سه ماه جواب حضرت علی نداد، سفیر حضرت علی رو نگه داشته بود. بعد از سه ماه دیگه خودش یکی رو میفرسته با یک توماری، میگه که برو این تومار رو بده به علی و بهش میگه که به علی چی بگو؟
میگه وقتی که میره مدینه علی توبانو باز میکنه، یک سیناریو درست میکنه. شما مثل فیلم های حالا کابایی باشه، این فیلم هایی که درست میشود، فیلم هندی باشه، چی بگیم، هر این فیلم هایی مثل این یک سیناریوی درست کردن که همه اهل مدینه منتظر بودن که ببینم چی این میاد از طرف معاویه. بعد ببینید که علی چه کار میکنه. من معاویه الى علی، و بعد توضیح میده. خیلی جالب هستین. میگه وقتی که اومد و خرج الناس ينظرون الی، مردم اومدن بیرون تو کوچه که این نماینده معاویه اومده. خیلی عجیب است، چقدر شأن معاویه رو داره بالا میبره این روایت های دروغین شعیب، در حالی که اصلا اون ضد صحابه هست به طور کلی شعیب. میگه خب ابتدای ربیع الاول اومدن وارد مدینه که شدن، مردم هم منتظر، مثل که منتظر بودن. و خرج الناس ينظرون الیه، مردم همه اومدن بیرون، نماینده معاویه اومده و میدونستن که معاویه معترض هست. میتا اومد رفت پیش علی و تومار بهش داد و تومار رو باز کرد، دید که چیزی نیست. علی میگه به فرستاده معاویه گفت که آه چی خبر؟ میگه گفت که من در امنیتم، امنیت جانی دارم. میگه داد علی گفتن که بله، سفرا کشته نمیشن. میگه که من از نزد مردمانی دارم میان که جز به خونخواهی و انتقام از قاتلان راضی نیستند. داد علی گفتن از کی؟ میگه گفت که از تو. 60,000 انسان که سنشان بالاست تازه زیر قمیص عثمان گریه میکنند، بر منبر دمشق قرار داده شده گریه میکنند و خواستار انتقام هستند. حضرت علی گفتن که از من میخوان انتقام خون عثمان رو بگیرن؟ خدایا من به تو اعلان براءت میکنم، به تو میگم و اعلان براءت میکنم از اینکه در قتل عثمان دخالتی داشته باشم. سوگند به خدا قاتلان عثمان نجات پیدا نخواهند کرد. خب این دقت کنید، یک فیلم، یک سناریو درست کردن، چگونه معاویه را معرفی کردن، چگونه حضرت علی را معرفی کردن. اینجا معاویه با چه قدرتی میاد نمایندش رو میفرسته، این حرفا رو میزنه، اونجا هم میگه که میخوان از تو انتقام بیا، میخوان تو را بکشن. این روایت های دروغین در تاریخ هست. مسئله بعد ابن جریر طبری رحمت الله وقتی میاره مسئله بیرون میخواد، میگه که طلحه و زبیر از علی اجازه میخواند. برای چی؟ بینیم که بارد این روایت های دروغی میگیم که چگونه اصحاب مرد میسیم که به همدیگه دروغ میگن، به همدیگه اطمینان ندارند، بدخواه همدیگه هستند. یعنی این روایت هایی که درست شده فکر یک ملتی است، به تصویر که ملت ما قرار دادن، فکر ایرانی ها همینو قرار دادن که اینها دشمن همدیگه بودن، در پی ضربه زدن به همدیگه بودن. راوی کیه؟ شعیب ان سیف. میتونیم صفحه لپتاپ داشته باشیم. میگه که دقت کنید، روایت شعیب از سیف هست، از محمد، از طلحه. بعد میگه که محمد و طلحه گفتن که طلحه و زبیر از علی اجازه خواستن برای عمره، بهشون اجازه داد، اومدن مکه. میگه که اهل مدینه خواستن بدونن که
رأی علی در مورد معاویه و بیعت نکردنش چیه، تا اینکه بدونن رأی علی در مورد جنگ با مسلمان ها چیه، با اهل قبله چیه، آیا جرأت پیدا میکند بر این کار یا اینکه نه. و بهشون این خبر رسیده بود که حسن ابن علی رفته پیش پدرش و ازش خواسته که دست بکشد از خلافت، دعاه الى القعود و ترک الناس، حالا یا دست بکشد از خلافت یا اینکه نه به طرف شام نرود، با استاندارها و فرمانداران کاری نداشته باشه. میگه زیاد ابن حنبله تمیمی که از مقربان علی بود فرستادن، مدتی نشست، بعد گفت که علی بهش گفت که یا زیاد تیسر، زیاد آماده شو. برای چی؟ گفت که برای جنگ با شام. میگه که زیاد ابن حنبله تمیمی گفت که الانات و رفق امثل، اگه صبر کنی و انسان نرمی به کار ببرد بهتر هست. که این شعری میخونه، حضرت علی با شعر جواب میده. زیاد میاد پیش مردم، مردم هم منتظرند، گفتن که چه خبر. نیا کنید چه ذهنیت اینا، مثلا میزنید که با حضرت علی رضی الله عنه مردم نبودن، خیلی عجیب هست. ممنون اتاق فرمان برگردیم کمی. مثلا میزنید که حضرت علی رضی الله عنه با مردم نیست، مردم هم با حضرت علی نیستن، نمیدونن که حضرت علی میخواد چه کار کنه، چه برنامه‌ای داره. مردم اطمینانی به حضرت علی ندارن. مثل این که میگه که میخوان بدونن که حالا میخواد با معاویه چه کار کنه، آیا جرأت میکنه با جنگ با مسلمان ها یا اینکه نه کاری به این قضایا وارد نمیشه. این میره پیش علی، یکی میفرستند پیش علی، فدسو، اینو میگن فدسو الیه زیاد ابن حنظله تمیمی، یعنی عنوان جاسوس نماینده شون میفرستن به طرف علی. میگم چی میگه، به خبری برا ما بیار. این از مقربان علی هم بوده تازه. میگم چی خواد چی کار کنه علی، یعنی یک مسئله حساس. در این روایت میگه که حضرت علی با مردم مشورت نکرده، نمیگه میخواد چی کار کنه. که دیگه زیاد میگه که آماده شون میخوام بریم برای جنگ با شامیان. این روایت های دروغی من میگم که همیشه ضررش خیلی زیاد هست. خیال نکنید که این روایت هایی که ساختن ارزشی داشته باشه. خب دید دنباله این روایت این پیام نوشتاری شده طولانیست. میگه که این برادرمون باید، حقیقت این است که باید به دنبال دموکراسی اسلامی باشیم. سوال اینجاست، آیا قرآن بالاتر است یا قانون؟ این طرح این سوال اشتباه است. قانون کی میذاره؟ اصلا در اسلام کلن آزادی است. اسلام دین است برای آزاد کردن فکر انسان، وجود انسان. اسلام پس اصلا دین آزادی بخش است. این از ویژگی اسلام هست، یعنی ویژگی ذاتی اسلام این هست. این نیاز به ویژگی دموکراسی اسلامی. بعد این سوال که قرآن بالاتر از قانون، اصلا سوال، بعد بگیم یک سوال کاملا اشتباهی است، معذرت میخوام. یعنی چه قرآن؟ قانون، کی قانون درست میکنه؟ آیا قرآن چیزی اومده که خلاف بد باشه؟ خداوند فرماند که و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون.
والله يحكم لا معقب لحكمه. حکمی که خدا میکنه عدل هست، در عین کمال هست، صدق هست، عدل هست، راست هست، عدل هست. برای کسی که یقین داره بهترین حکم هست. خداوند حکم میکند، کسی نمیتونه حکم خدا را نقض کنه، چه این حکم جهانی باشه چه حکم شریعتی باشه، در شریعت باشه. یعنی حکمی که خدا میاره حکمی نیست که تو بیایی نقضش کنی. بشر میومده میاد یه قانونی میذاره. شاید تو میگید که قرآن بالاتر است یا قانون. بنوان مثلا قانون الان چیزی که ادعا میکنه بنوان قانون بشر یا مثلا آزادی. آقا میگه زن میخواد با هر کی رابطه داشته باشه، شما در اینجا چی میگید؟ بعد میگن دموکراسی است دیگه. آیا در اینجا شما این قانون بالاتر از قرآن میدونید؟ کسی که در جامعه اسلامی است، مسلمون هست، مردم مسلمون هستن، خب احکامی هم که اجرا میشه احکام اسلام هست. این قانون ماست، قرآن قانون هست که قانون اساسی ماست. پس اصل سوال وقتی که اشتباه هست دیگه، شما به هر نتیجه‌ای بخواید دستیابید، نتیجه‌ای که میگیرید هم در نتیجه اشتباه هست. اگر قانون اساسی اسلامی در کشوری نباشد، نمیتوان حق قرآن را به درستگی ادا کرد. درست است. و این قانون هم باید بر اساس چه قانون اسلام باشه. هیچ وقت این کسی که ملی‌گراست، قوم‌گراها، لیبرال‌ها نمیاد قانون اسلام را تو پیاده کنه. برای این منظور نیازمند قوه قضایی مستقل باشیم. کاملا درست این چیزی که اسلام هم میگه، قوه قضاییه باید کاملا مستقل باشه تا از بالاترین تا پایینترین فرد به طور یکسان دیده شده. بله درسته. نه اینکه قانون با یک عده خاص کاری نداشته باشد. کاملا درست است. این چیزی بوده که اسلام داره میگه دیگه، و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمودن سبب هلاکت امت ها اینه که در اجرای قانون تبعیض قائل بشوند، که اگر بزرگان قوم خلاف کردن قانون بر اونها اجرا نشه، اما اگر عموم مردم خلاف کنند بر اونها قانون اجرا شود. زمانی که یک زنی از بنی مخزوم بود بعد از فتح مکه به جرم دزدی، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن که دستش قطع بشه. برای بنی مخزوم خیلی سنگین بود، قبیله محترم و بزرگ و پرنفوذ بود که یکی از اونها دستش قطع بشه لکه ننگی میدونستن. چیکار کنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم را قانع کنیم که حکم شرعی اجرا نشود؟ گفتن که بهترین کس کی؟ اسامه هست، اسامه ابن زید. اینو بفرستیم پیش رسول الله که خیلی در نزد پیامبر احترام داره، پیامبر دوستش داره. اسامه میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله خیلی ناراحت میشه، میگه که سبب هلاکت امتهای قبل همین بود. وقتی بزرگی دزدی میکرد حکم غیر بود، وقتی که یکی از عموم مردم دزدی میکرد دستشو قطع میکردن. سوگند به خدا اگه دختر خودم هم دزدی کند دستشو قطع میکنم، اگر فاطمه بنت محمد دزدی کند دستشو قطع میکنم. تو اومدی در یکی از حدود خدا میخوای شفاعت کنی، در اجرای حدود میخوای ممانعت کنی، حد خدا را تعطیل کنی. بله قانون باید بر همه اجرا بشود. در این صورت باعث بدنامی دین کاملا درست میشه. همونطور که فرزند عمر اشتباه کرد، خلیفه مسلم با فرزندش برخورد کرد، اما الان چنین الگویی در جهان اسلام مشاهده نمیشود. مراقب باشید محبت مال و فرزند شما را از دین خارج نکند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خب این دیگه نیاز به یک جامعه داره که
حضور مردم هم باشه. دقت کنید، قبلا گفتیم که حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که حالا غنایم بود یه چیزی بود که حقوق مردم رو ادا کرد، مالی بود یه چیز دیگه بود، یکی ازش تشکر کرد، گفت شما عجب مردمونی هستید، من وظیفه رو انجام میدم، من این باید انجام داد، من تشکر میکنید بر انجام دادن یک فرضی، بر یک واجبی. حالا وقتی که شما میبینید که حکومت هایی هستن که وقتی یک کاری انجام میخوان بدن منت میزنن بر سر مردم، چیزی که وظیفش هست، اگه انجام داد منت میذاره بر سر مردم، من این کار کردم، خب وظیفت هست، این وظیفت هست. وقتی از این دید انسان به قضايا نگاه کنه، خب و حکومت هم مسئولین خود را مثل اجیر کارمند در نزد ملت ببینند، این وقت است که قانون یکسان میشه، مردم مؤاخذه میکنند. مطمئن باشید در آینده افغانستان از اون آقازاده ها، عموزاده ها، دایزاده ها می باشد. این نوع اسلام نه در نظر پیامبر و در نظر چهار خلیفه نبود است چه باید کرد. خب انسان همیشه باید امیدوار به خیر باشه. نیازمند هست به این که ما خودمون حضور داشته باشیم. مردم باید حضور داشته باشن. وقتی مردم حضوری ندارن دیگه اونا وقتی کاری کردن نمیشه جلوشون رو گرفت، نمیشه جلوشون گرفت. و علیکم السلام و رحمت الله. میگه یک شوخی کنیم برای ادخال سرور. مادر بزرگ ما گفت که آقای راننده توی این دل شب و در این بیابون ها برای کی رانندگی میکنی؟ همه مسافرها که خوابیدن. حالا داداش جان شما زحمت کسیری رو برای من میکشید تا عمر ما هدر ندم، تا در دنیا و آخرت لفی خسر نباشم، ولی متاسفانه خوابیدم. در ایران هزاران امامزاده و چند تا امام داریم که ابر و باد و مه و خورشید در دست دارن، ولی بدترین نکبت گریبانگیر ایران شده. بله، حکم خداست، کسی که از خدا غیر خدا بخواهد، غیر خدا را عبادت کند، جز نکبت و بدبختی نصیبش نخواهد شد. خدا را رها کردن از غیر خدا خواستن مثل که شما چشمه آب را رها کنید بخواید برید از بیابون، تو بیابون آب گیرید بیاد، آب هلاک میشه دیگه انسان. بله متاسفانه، چون از دین اسلام و شخصیتهایش ذهنی چیزی یاد گرفتین و به ناحق حب و بغض داریم و با هر صغیر و کبیری کار داریم الا اصلاح ظاهر و باطن خودمون. یاده بالله، ولی متاسفانه پیام اومده، ولی با خط روسی است. برادر عزیز من هستن، برادران تاجیکستان هستن، کجا هستن؟ اگه بتونید با فارسی بنویسید. اصلا روسی که من اصلا نمیتونم بخونم و نمیدونم که چیه، ازتون معذرت میخوام. پیام های صوتی هم چند تایی داریم که معذرت میخوام نمیتونیم، مگر اینکه دیگه وقت کنم بعد جواب بدم. خب اما بحث رفتنشون به بصره، اینها رو میذاریم برای هفته بعد انشالله، که چرا رفتن بصره، چه اهدافی داشتن، آیا اینها نقض بیعت کرده بودن، ناکسین بودن طور که اونها رو معرفی میکنن، یا اصلا بحث نقض بیعت نبود،
نگفتن که ما دیگه تو را به عنوان خلیفه نمیشناسیم، بلکه هدف دیگه داشتن، اون هم اصلاح بود. حالا چه اهدافی بود در پی رفتن طلحه، زبیر و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهم اجمعین به سوی بصره؟ در تتمه این روایتی که خوندیم، فقط تا اینجا برسیم که وقتی که زیاد ابن حنظله تمیمی از طرف مردم یواشکی فرستاده میشه پیش حضرت علی، که حضرت علی میخواد چیکار کنه؟ حضرت علی مثل که در ظاهر با مردم نیست دیگه، بعد اومد گفت که میخواد سر جنگ داره، گفت که از سیف یا قوم شمشیر، که مردم دونستن که حالا حضرت علی میخواد چه برنامه داره. بعد پرچم رو داد به پسرشون محمد ابن حنفیه، عبدالله ابن عباس دست راست فرمانده راست لشکر بود، عمر ابن ابی سلمه چپ بود، برادر ابو عبیده جراح هم در مقدمه قرار داد و قسم ابن عباس هم به عنوان جانشینشون در مدینه میگه قرار داد و اون کسانی که به عنوان شورشیان بودن و اوباشان بودن مقامی بهشون نمیده. به قیس ابن سعد هم می‌نویسه که مردم رو تشویق کنه برای رفتن به سوی شام. به عثمان ابن حنیف هم نمی‌نویسه، به ابو موسی هم نمی‌نویسه. در اهل مدینه هم سخنرانی می‌کنه، اونها رو تشویق می‌کنه به این که همراه او برای جنگ با اهل شام حرکت کنن، که خبر رسید بهش که طلحه و زبیر و مولین عایشه رفتن به طرف، نیرو جمع کردن میخوان برن به طرف بصره، که در اینجا حضرت علی رضی الله عنه در این روایت دروغین، روایتی که دروغین هست دقت کنید، میگه که میتونید صفحه لپتاپ داشته باشید، میگه که الا و ان طلحه و الزبير و ام المؤمنين قد تمالوا على سخط امارتي، میگه که این سه نفر از حکومت من، از امیر بودن من ناراحت هستند، خیلی ناراحت هستند. و دعوا الناس الى الاصلاح، مردم رو دعوت دادن به اصلاح، یعنی در ظاهر این کار رو انجام میدن. و سأصبر ما لم اخف على جماعتكم، من صبر میکنم تا زمانی که ضربه به جماعت مسلمین نخورد. و اکف ان کف و اقتصر على ما بلغني عنه، من هم بهشون کاری ندارم، صبر میکنم. که بعد میگه که شنیدم که اینها میخوان برن به بصره. تا اینجا ما اینجا توقف میکنیم، میذاریم برای هفته بعد ان شاء الله، ببینیم که این روایت هایی که دروغین هست و راویانش هم چه شخصیت هایی هستند، چه بافتند و چگونه تاریخ اسلامی را سیاه و زشت و کریه معرفی کردند. همه ما در حفظ و پناه خدا تا برنامه دیگر. خدایا ما را به راه راست هدایت فرما، حق را به ما نشانده و باطل را هم به ما نشانده. خدایا ما را بر حق ثابت قدم نگهدار و ما را بر اساس ایمان و اسلام بمیران. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.